بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، با عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. انشالله که به هر جایی هستید شاد و تندرست و موفق باشید. دوستان عزیز، به سلسله برنامه های امداد خیش امروز قراره که به قریه مهرآباد مربوط به ولسوالی انجیل، یکی از دور افتاده ترین قریجات و همچنان یکی از جمله قریجاتی که واقعا از بابت زلزله آسیبای فراوانی به اونجی رسید، قراره که ما بریم انشالله 50 بسته مواد غذایی و همچنان جمپر برای تمام دوستایی که به اونجی هستن کمک بشه. جای داره که از محترم ادیسچان نویزاده که در جمع‌آوری این کمک امروزی که مبلغ 2070 یورو می باشه، جای داره که از اونا کمال سپاس و امتنان نداشته باشیم. و همچنان ادیسچان نویزاده خواستن که ما اسم هر یک از کمک کننده ها رو ذکر کنیم در برنامه. از کشور فلسطین دیادم الحسین، از کشور ترکیه آدم علی کیگوزوس اوتکو اسکارا، از کشور مراکش بلال ایمان محمد، از کشور آلمان موسا جان، از بوسنی سمیر جان و همچنان از افغانستان عبدالحمید جان و سارا جان واحدی، اینا مبلغ 100 یورو کمک کرده بودند. شیرزاد جان، حمیدالله جان آبر و منصور جان، که مجموع کمک های از این دوستان ما مبلغ 2070 یورو شده که ما صرف خرید 50 بسته مواد غذایی و همچنان جمپر برای باشنده های روستای زیبای مهرآباد شدیم. انشالله در ادامه برنامه با ما همراه باشید. بیننده های عزیز،
فعلا ما در روستای میرآباد ولسوالی انجیل قرار داریم و می خواهیم که خود یکی از اطفال میرآباد مصاحبه داشته باشیم. سلام، خوبی؟ خوب، شکر. شما خوب؟ تشکر. اسم شما چیه؟ محمد شفیق. محمد شفیق جان، چند ساله ای؟ 14 ساله. همی طفلک هایی که مثل خودتون هم به این قریه چی مشکلاتی دارن؟ مشکل از اینا درس، مکتب ها ما چپ شده. مکتب ها شما حالی به مکتب درس نمیتونی بخونی؟ نه، جا نداره. باز چکار میکنی حالا فعلا؟ چی رقم پس هیچی درس چیزی نداریم دیگه؟ نه دیگه، هیچی نه بخونه. دوست داری که درس بخونی؟ بله. آفرین. صنف چند هستی شفیق جان؟ صنف دو. صنف دوی؟ بله. خو این بچه ها هم مدگه فعلا درس نمیخونه؟ نه. تو چی توقع داری از این کسایی که فعلا تو میبینم؟ چی توقع داری؟ باید چیکار کنم اینا؟ توقع هم اینه که درس برای ما. جا درس. جا درسی به شما ساخته شه؟ بله. باز درس میخونیم هم به شما؟ آه. همه بچه ها و دختر ها درس میخونم اینجی؟ بله. آفرین. خیلی خوبه. خیلی خوبه. ما امروز به شما کمک های آوردیم. مردم از فلسطین و از ترکیه و مراکش و آلمان و اینا به شما کمک رای کردن. ما بیاوردیم امروز به اینجی. تو چی گفتنی داری به اونا؟ تشکری از اونا میکنه که با ما مردم غریب کمک. تشکر شفیق جان، زنده بشی. انشالله که بخیر مکتب به شما ساخته شو و شما هم بتونید که بخیر به مکتب خود الجم درس بخونی. درسته؟ تشکر از شما. بخیر باشی. زنده باشی. تشکر. Thank you.
سلام عرض ادب برادران که از خارج از داخل ما کمک کرده برنج روغن و جمپر بسیار تشکر میکنم. این مردم بسیار غم دیده متواره شده تایم زندگی میکنن. اینجا آقا سرد از زمستون است دیگه با کمک مردم زیاد ضرورت داره دیگه. خیر ببینید برادران که کمک میکنه با ما مردم دیگه، ان شاء الله پولش یادار نمره جای خیر میره. همین زلزله دیگه مور خیلی مردم ضربه زده، از ما دیگه 6-7 نفرم شهید شده دیگه. بسیار تشکر می از مردم داخل، از مردم خارج همگی. یک جان سپاس که با ما کمک کرده، ما بسیار از نو قدردانی میکنیم، دعا همیشه برایش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، خیر بینید که از خارج بدونه که خارجی ما از هر کجا هست ما کمک میکنید. زندگی بسیار با ما تلخه، هوای سرد، خنک، برنج روغن، کمپل برادران یادیم، خیر بینید، تشکر میکنم شما. ما مردم بی‌سکونت و هواره و فرشان داخل خیمه و مشکلات و خلکی و غیرانه میگردیم. تشکر شما برادر محترم، از امیدوار شما خیر. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از برادرها که شما روغن و برنج و چمپر به ما کمک کردیم. دومن ما داخل خیمه ها زندگی میکنیم، هوا سرده، طفلا مریض میشه دیگه. خیر بینیم از شما که همی کمک با ما بکردیم. بار دیگه هم امید دارم از شما که کمک بکنیم درباره خیمه ها، درباره زندگی کردن، چون سخته با ما. خیر ببینیم، تشکر از شما. برادرها که با ما از خارجا کمک کرده تشکر میخواییم. اول افتدا ما مسجد نداریم، دیم هم مکتب برنج روغن رو هم بگیریتیم، تشکریم هاشو میخواییم، دعا میکنیم خیر ببینه، آخرت حضرتش رو خوب کنه. بینندگان عزیز، قسمی که قبلا به شما گفتم به روستای میرآباد مربوط به ولسوالی انجیل ما فعلا قرار داریم. در کنار یکی از مولوی صاحبهای این قریه قرار داریم و میخواهیم صحبتهای با اینا داشته باشیم. لازم به ذکر کنم شما با اعمال انجیل باد و غباب اینایی که ما خیلی به سختی میشه کرد، ما از خاطر به حساب تعقیب کنیم و بازم به همون وجود ما آمدیم. ما
آمده جدیده فردم که واقعا آسیب دیدن بیامده کمک بکنه. سلام علیکم علی صاحب، خوبین؟ علیکم سلام علیکم علی قوسالدین یا فرباب خیلی میرآباد. خیلی خوب. اینجا از 54 دیگه به این لحظه 40 کیلومتر پر سرک از شهر فاصله هی. دیگه خانه و زدیک پلان زیر خاکا شده. دیگه بری فیلم داخل خیلی نازم دیگه. سخت بری خانه از برادرم ضرورت داره. از برای مواد غذایی و از مواد سوختی برای من. مثلا ما چپو شده بین رفته. مطمئن ما فیصله شده کوراکا بری فیلم بدون از جا و مسکن که اونو درست تعلیم یاد بده هیچی نداری. و خود داخل خیمه زندگی میکنه که قسمت تا یک طرف خیمه گوسفنده و یک طرف خیمه خود نظمه برای فیلان که داخل خیمه پر سیک پیدا کنه. یک دیگر هر دو خیلی خیلی بگن مصیبت داده و شما خواهش مهربان تشکری بکنه شما که ما پکوری کرده لکن خیر بینیم اون پا تغازه ما از کنه این پر بیشتر تر در مقاط زمستینی که مواد سوک و کنبال که بیپری بر مواد کنبال نرسیده ما تغازه تشکر ارباب صاحب گرامی. برادرای دوستای عزیز ما و شما ایدیسان نبیزاده و همچنان دوستای دیگه ما و شما از فلسطین و مراکش و ترکیه و آلمان و افغانستان همی کمک کردن که ما خسارت خرید 50 بسته مواد غذایی کردیم به خدمت شما بیارد. چی گفتنی دارین شما به مو اشخاص خیره که راه دور بشن؟ خیر بنا خدا بنده موز بدهد الله اونا بکسره کمک از ما دیگه. خیلی بینیم ما بگیریدیم 50 فامیل از ما کمک بگیرفتیم. خیلی بینیم امید از ما که ترکم دیگه با مرحله بعدی ما پیش در کمک بشه و چکتر ما باید در رو بچه سر بکنم بطنیم. خیلی خیلی برکن سخت شده امروز برای فیلان خواهده که اصلا از خانه بیروشیده نمتنه تفلا بدون از خانه و بدون از جا و مسکن و بازم تشکر از برادره که ما کمک کرده. الله بشین موز بود. سلامت باشیم. تشکر از باب سای مطرم. سلام آما جان، خوبی؟ و علیکم السلام، صحت موفق باشی. زنده باشی. میشه خود خور معرفی کنیم آما جان؟ بله ها چیره رو، نام ما غلام نبی. بسیار عالی. غلام نبی جان، شما چی مشکلات داره؟ میشه که از مشکلات خود بگین که به این قریه شما چی مشکلات؟ میشه از ما دیگه مشکلات و جانی که دست ندادیم. لکن خونه ها رو هوار کردیم. خونه ها رو هوار کردیم، مال دولت تا اگر کمک های خارجی با ما خونه تیار بود. خب فعلا داخل خیمه زندگی میکنه. بله یانم خیمه ها چادرها کمک داده به داخل این چادرها یانم به می خونی کی و به می بدبختی که خوشمون به چشم سر خو میبینیم انم تو زندگی بسر. من امروز هم که اومدم مجلس محترم به این منطقه شما طوفانه، طوفان خاک و باد و اینا. طوفان خواست دائمی من این منطقه ما میتونه. امروز هنوز گرم، اگر این بارندگی شه و برف شه و بارش که هیچ زندگی ما میتونه زندگی تلخ هست که هیچ گذرون نمیتونیم کرد. واقعیت یعنی ما وقتی وضعیت منطقه شما رو دیدم واقعیت بفهمیدم که همین مردم یعنی هر چی برای از اینا کمک شه هنوز هم نیازه که کمک بشه. خود بو از طرف شما میشه کلونا میشه اگر با ما کمک چیزی بده بازم ما خوشحال میشیم و دیگه میشیم چرا نفتاد باشه. زنده باشی ماما جان. همین دوستا ما و شما از کشورها مختلف همین کمک‌ها رو به شما بیاوردن که بله اینجا روغن و تفلک ها شما جمپر آوردن. چی گفتنی دارین شما بزنید؟ ما دیگه گفتنی ندارم. خیلی خوشیم از شما. خداوند کریم شما رو موفق سرفراز داشته باشه که شما اونا میده و با شما با ما میرسونیم و کمک‌ها رو با ما تقسیم میکنیم و خیلی شما خوشیم. زنده باشی ماما جان. تشکر. سلام بچه‌م، تو خوبی؟ علیکم سلام. شما خوب هستین؟ سلام از ما. تشکر. اسم تو چیه؟ جاوید. جاوید جان چند ساله ای؟ 14. مکتب هم میخونی؟ بله. حال چی مشکل داری؟ مکتب شما جوره؟ میتونی درس بخونی؟ نه حال مکتب ما جور نیه. روز که همی زلزله شده خراب شده نیمی. باز درس خود شما چی کار میکنی؟ درس ما هیچی دیگه حال فیلن. درس نمیخونی ما؟ نه دیگه. همی دوستا ما و شما از کشورها مختلف به شما کمک کردم. شما چی گفتنی داریم از اونها؟ ما گفتنی دارم خیلی تشکر زنده باشن که با ما کمک کردم.
زنده بشی. تشکر ما به تو یک جمپری هم بیاوردیم خاطر گفتم مریضی، باز گفتیم باشه که ما به خیمه شما بیاییم یک جمپری هم به تو بیاوردیم، میشه که بپوشی درسته؟ خیلی بنا تشکر، زنده باشی. سلامت باشیم. دوستان نهایت عزیز، در پایان برنامه امروز خوش قرار داریم. خیلی بازم جای داره که تشکری کنیم از عزیزشان نبیزاده و تمام دوستانی که از فلسطین و مراکش و ترکیه و آلمان و افغانستان برنامه امروز ما تمویل کردن، ما توانستیم به اونا به حساب کمک برسانیم. جای داره که کمال سپاس و امتنان داشته باشیم و همچنان ایدیسترون نبیزاده بخواستن که والده طارق جان مریضی مدیدی دارن، خداوند ولی از ناشفای بده، قراره که مولای صاحب یک قرائتی هم داشته باشم. باز ما به همه دعا میکنم و انشالله خداوند مهربانه که خداوند قبول کنه و انشالله. بازم جای داره که تشکری کنم از کل شما که همی برنامه امداد تعقیب میکنیم، برنامه امداد جریان داره و تشکر از مسئول امداد سر کار کنیم. یک واقعیت در هر عرصه، هر روز، هر شب خود اشخاص خیر در خارج از داخل کشور به تماس هستم و ای برنامه ما روال حدی خود پیش میره. امیدوار عطی هستیم که همچنان کمک های زمستانی خود ادامه بدیم به هموطن های عزیز ما. دوستای عزیز، میشه که انشالله قرائت غریزه رو گوش میکنیم خود شما و باز برنامه ما هم همینجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ارحم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه والمتعذبين بآدابه. اللهم اسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وبركة القرآن. اللهم يا دافع البلاء اشف مريضانا وبركة القرآن. اللهم يا شافي الأمراض اشف مريضانا وبركة القرآن. اللهم اسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ونسأل الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.